برلین میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های الکترونیک، لوازم خانگی و هوش مصنوعی است. غول‌های الکترونیک و لوازم خانگی جهان در این نمایشگاه حضور دارند. آنچه در این نمایشگاه بیش از همه جلب توجه می‌کند، ورود سریع هوش مصنوعی به خانه‌هاست. فشار برای تولید محصولات خانگی با هوش مصنوعی فقط از طرف سازندگان نیست. مشتریان هم متقاضی هوش مصنوعی هستند. حرفشان این است که چطور هوش مصنوعی میتواند در خانه به من کمک کند. سازندگان وسایل خانگی الکترونیک میگویند یک باور قدیمی را با هوش مصنوعی به چالش کشیدند. این باور اثر رفتار مصرف کننده بر فرسودگی وسایل خانگی است. حالا هوش مصنوعی میتواند رفتار مصرف کننده را تغییر دهد تا فرسودگی وسیله‌ای که از آن استفاده می‌کند کمتر شود. تغییر بزرگی رخ داده و همچنان ادامه داره. مسیر پیش رو اینه که مصرف بهینه و پایدار بشه. مثلا روی ماشین‌های ظرفشویی یک صفحه هوشمند کار گذاشته شده که به گوشی همراه وصل میشه. مصرف کننده در جریان استفاده متوجه میشه هر بار چقدر شستن ظرفا طول کشیده و چقدر زیادی بوده. این برای محیط زیست و برای جیب مصرف کننده خوبه. در نمایشگاه امسال الکترونیک برلین، تولیدات تازه رایانه‌ای برای گیمرها نیز به نمایش درآمده. از جمله سبک‌ترین لپتاپ ساخت شرکت ایسر برای بازی‌های کامپیوتری به نام نیترو بلیز 7. ایسر یک بار دیگه بازار رو متحول کرده. وزن این لپتاپ کمتر از 1 کیلوگرمه با صفحه 14.5 اینچی و وضوح بالا. این برای زندگی و بازی در دنیای هوش مصنوعی ساخته شده. امسال در نمایشگاه الکترونیک و لوازم خانگی برلین میتوان ورود هوش مصنوعی به زندگی روزمره را به وضوح تجربه کرد. جهان وارد دوران تازه‌ای شده. هماین خیری، لندن.